سلام عزیزان، داستان امروز آش آنقدر شور بود که این داستان برگرفته از ضرب المثل معروف آش آنقدر شور بود که خان هم فهمید هستش. این ضرب المثل رو وقتی به کار میبرن که اتفاقی یا خرابکاری انجام میشه که اونقدر واضحه که حتی کسانی که هیچ اطلاعی هم ندارن متوجه اون خرابکاری میشن. توجهتون رو به داستان جلب میکنم. یکی بود یکی نبود. ننه گلی آشپز خان بود. سالهای سال بود که برای خان و مهمانهایش غذا میپخت. اون هم چه غذاهای خوشمزه‌ای. خان به دست پخت ننه گلی عادت داشت. شور و شیرین بی نمک و با نمکش رو میخورد و حرفی نمیزد. او فقط به فکر خوردن بود. وقت غذا خوردن چیزی نمی فهمید. وقتی سیر سیر می شد تازه می فهمید که غذا شور بوده یا بی نمک، خوشمزه بوده یا بدمزه. خان یه دختر بزرگ و لوس به اسم ناز بی بی داشت. ناز بی بی هم در پرخوری چیزی از پدرش کم نداشت. روز و شب می خورد و می خوابید. اگر غذایش دیر می رسید، مثل بچه ها پایش را به زمین می کوبید و گریه می کرد و حرفای بد می زد. اما وقتی شکمش سیر می شد، با صدای بلند می خندید. می رفت تو این طرف و اون طرف گشتی می زد، بعد هم بر می گشت و با خیال راحت می خوابید. ناز بی بی به ننه گل خیلی حسودی می کرد. چون خان همیشه به او میگفت آهای ناز بی بی، غذاهای ننه گلی خیلی خوشمزه است، باید آشپزی رو از او یاد بگیری. اما ناز بی بی از ننه گلی خیلی بدش میومد، چشم دیدن اونو نداشت. یک روز ناراحت و عصبانی به آشپزخانه رفت. ننه گلی با کلفت و نوکرها غذا درست میکردن. ناز بی بی به ننه گلی گفت امروز من آشپزی میکنم، میخواهم یک غذای خوشمزه برای خان بابا جانم بپزم. ننه گلی لبخندی زد و به او گفت ناز بی بی خانم، آشپزی کار ساده‌ای نیست، باید اون رو یواش یواش یاد بگیری. ناز بی بی زو زد زیر گریه و داد و هوا را انداخت و به ننه گلی گفت تو چه کار داری؟ خان بابا جانم گفته که آشپزی کنم. ننه گلی دیگه چیزی نگفت، فقط پرسید حالا چه غذایی میخوای بپزی؟ ناز بی بی فکری کرد و گفت آش، آش شله قلمکار. بعد هم دستش را به کمر زد و شروع کرد به دستور دادن. به این کلفت گفت روغن و فلفل بیاور. به آن کلفت گفت گوشت و نخود و لوبیا و ماش بیاور. به این نوکر گفت پیاز و زردچوبه و تره و جعفری بیاور. و به آن نوکر گفت نمک بیاور. خلاصه به هر کس دستوری داد. وقتی که همه چیز آماده شد به ننه گلی گفت اجاق را روشن کن. ننه گلی حرفی نزد و اجاق را روشن کرد. ناز بی بی باز هم شروع کرد به دستور دادن. از هر کسی خواست که کاری بکنه. یکی آب توی دیگه بزرگ می ریخت. یکی روغن و گوشت ریخت. یکی نخود و لوبیا و چیزهای دیگر ریخت. یکی هم نمک ریخت. آخر کار هم ناز بی بی چمچه را برداشت و آش را به هم زد. ننه گلی و کلفت و نوکرها گوشه ای ایستادند و به اون نگاه کردند. کسی جرأت نداشت که بگه ناز بی بی خانم روغنش کم است، یا سبزیش را به اندازه بریز، یا نمکش زیاد شده. ناز بی بی پشتش را به همه کرده بود و آش را به هم می زد. آخر سر هم در دیگ را گذاشت و گفت حالا میبینید که چه آشی به خان بابا جانم میدهم. بعد هم دستور داد که همه از آشپزخانه بیرون بروند. همه رفتند و ناز بی بی ماند و دیگ بزرگ آش. کنار دیگ نشست و منتظر شد تا آش بپزد. یواش یواش چشمهایش پر از خواب شد. آخر او در تمام عمرش جز خوردن و خوابیدن کاری نکرده بود. بوی تهدیگ سوخته در همه جا پیچید. ننه گلی به آشپزخانه آمد و گفت ناز بی بی خانم آش سوخت. ناز بی بی از خواب پرید و در دیگ رو برداشت.
کلفت و نوکرها را صدا کرد و گفت یک دیگه دیگر بیاورید. یک دیگه بزرگ دیگر آوردند و آش را توی آن ریختند. ناز بی بی کمی آب و کاسه نمک توی دیگ ریخت و گفت همین الان آش درست می شود. نیم ساعتی گذشت و ناز بی بی در دیگ را برداشت. آشپز و کلفت و نوکر و بقیه اهل قصر را خبر کرد که بیایند و آش بخورند. به دست هر کسی کاسه آش داد و گفت بخورید و ببینید که از آش ننه گلی خوشمزه تر است. همه اولین قاشق را به دهان بردند، اما هیچ کس نتوانست آن را قورت بدهد. ناز بی بی کاسه آش هم برداشت و برای خان برد. خان کاسه آش را از دست دخترش گرفت و اولین قاشق را به دهان برد. اما او هم که در تمام عمرش اول غذا را می‌خورد و بعد می‌فهمید شور بوده یا بی نمک، فریاد زد وای چقدر شور است. کاسه آش را برداشت و مثل فیلی خشمگین به طرف آشپزخانه راه افتاد. توی آشپزخانه کاسه های آش دست نخورده مانده بود، چون از بس آش شور بود. کسی یک قاشق هم نخورده بود. خان با خشم وارد آشپزخانه شد و گفت ننه گلی، این چه آشی است که پخته ای؟ چرا اینقدر شور است؟ ناز بی بی بدو بدو به دنبال پدرش وارد آشپزخانه شد و گفت خان بابا جان، این آش را من پختم. خان با تعجب به ناز بی بی و ننه گلی و بقیه نگاه کرد. بعد هم سرش را پایین انداخت و از آشپزخانه بیرون رفت. ناز بی بی هم به دنبال او راه افتاد. ننه گلی به کلفت و نوکرها نگاه کرد و با لبخندی گفت آش آنقدر شور بود که خان هم فهمید. عزیزانم، اگه داستانهای ما رو دوست دارید و میخواید کانال ما رو دنبال کنید، یادتون باشه سابسکرایب و به روی علامت زنگوله کلیک کنید. اینطوری به محض خوندن داستان جدید با خبر میشید. یادتون نره ویدیوهای ما رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید.